میدونید چیه؟ ما همیشه احساسمون اینه که آخر کار از اول کار مهمتره. من با این مشکل ندارم. تو مدرسه مفهوم آخر کار زمانی که من محصل بودم ثلث اول و ثلث دوم و ثلث سوم بود، حالا شده ترم یک و دو. امتحانا رو که میدادیم یه چند روزی میگذشت که معلمای خوشگل و مؤدب و دوست داشتنی و مهربونمون امتحانا رو تصحیح میکردن. بعد که امتحانا تصحیح میشد وارد یه کاغذی میشد، اسمش کارنامه بود. بعد بعضی از مدرسه ها یه جلسه میذاشتن، جلسه اولیا، مامانا باباها همینجوری میشستن، بعضی وقتا بچه های قوی هم میگفتن بیان. همه اینا رو گفتم که این تیکه رو عرض کنم که جایزه بگیرن. کیا تو مدرسه شما جایزه میگرفتن؟ چه اونایی که الان دارن تماشا میکنن برپا رو، دانش آموزن، چه دانشجوان، چه مامان بابان، چه معلمن، چه مدیرن، هر چی خلاصه، اونایی جایزه میگرفتن که شاگرد اول دوم سومن، رتبهشون بهتره، ریاضیشون قوی تره، فیزیکشون قوی تره. خیلی خوشحالم مدرسه هایی الان وجود داره که توش این اتفاق رخ میده. میگن مثلا فلانی شاگرد اول تو ریاضی، جایزهشو میدن، یه جایزه مشخص. نفر بعدی میگن این خیلی قشنگ عکاسی میکنه، همون جایزه‌ای که به نفر اول ریاضی میدن و به اون میدن. نفر بعدی میگن این تو موسیقی استعداد فوق‌العاده‌ای داره، در فلان جشن مدرسه خیلی قشنگ برامون یه سازی و زد و بچه هم راضی بودن، همون جایزه ای رو به اون فردی که استعداد موسیقی داره و مدرسه اون استعداد رو شکوفا کرده میدن که به نفر اول فیزیک و ریاضی و شیمی میدن. یکی دیگه تو ورزش تواناست، کاپیتان تیم والیبال مدرسه است. یکی دیگه بازیگر خیلی خوبیه. یکی از بچه های اون مدرسه، این که دارم میگم جالبه، آدمی بود که ویژگیش این بود که به تعبیر اون مدرسه خیلی پایه بود. یعنی چی؟ یعنی تو همه مدل گروه ها حضور داشت و همه دوستش داشتن و محبوب بودن. حالا تو برو تو اون صحنه، کدوم صحنه؟ جلسه کارنامه، مامان و باباش نشستن میخوان اعلام بکنن اون قراره بیاد جایزش رو بگیره. بابت چی؟ بابت اینکه تو کار گروهی انقدر فعاله. اعلام میکنن که فرد فعال و پایه در همه جور کارها و کارهای گروهی، دانش آموز محترم آقای مهران غفوریان. سلام بر مهران جان عزیز و شیرین و بانمک و دوست داشتنی که همه دوستش دارم. منم به همین جهت خیلی خوشحالم که در مجاورت شما الان نشستم، در فاصله 50 سانتی متری. اینا بچه‌های مدرسه‌ن با استعدادهای مختلف، با سلیقه‌های مختلف، با نگاه‌های مختلف، با آرزوهای با همه چی متفاوت، مثل اثر انگشت من و شما که فرق داره با هم. اینجا یه دونه نمکدون داریم از اون بازیایی که زمانی که من و شما انجام میدادیم، البته بازیای ساده زمانو یادم این شکلی بود که شما مثلا یا من، فرق نمیکنه، دوتامون انجام یه عددی انتخاب میکردین، یکی از این 1 2 3 4 رو، بعد یه تعدادی، فقط 7200 نگین، اینجوری من بعد این شکلی کنم، یکی از این جمله ها رو میخونم. این جمله ها جمله هایی که به این بچه ها گفته میشه، بعد ببینیم با گفتن این جمله ها چه بلایی سر اینا میاد. بچه ها موافق؟ شماره 15. خب اول 1 2 3 4 یکیشو انتخاب بکنی. من 4 رو انتخاب. 4 15 15 که گفتین زیاد طول میکشه، یه ذره لبول نوشه جان. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 چون قاج نکردم. فدای دست شما. چکر. 4 15 16 17 18 این دو تا دیگه تا 20 برو دیگه. 20 برم که خوردم بکنم. آره 20. خب بله در خدمت. میشه شما اینو بخونین؟ 4مو. آره اینو که تو 4 با 20. دانش آموزان کوشا از تابستان آغاز میکنن. بدبخت بیچاره بودیم که کل سالو درس بخونیم یه تابستون رو حال کنیم. آفرین. بعد این دانش آموزان کوشا از تابستان شروع میکنن. یعنی داداش تابستونت هم مال ما.
خدا هر که ما یه پولی دراریم نه؟ آره دیگه بدبختی بود دیگه. من حالا یه چیزی خدمت شما بگم جناب دکتر، من اینو درد دل همیشگیمه، من واقعا موقعی که دیپلم گرفتم انگاری این کولبرا رو دیدین که تازه ممنوع کردن. بله بله کولبری بله رو بله بچه که مشکلشون رو حل کنن ممنوع کردن. شد ورود ممنوع مثلا به جایی که برن براشون کار درست کن کولبری ممنوع چون آسیب ببینی گشتمه دیگه آسیب نبینی. آره آره اون به من چه که گشنته. آره دیگه فهم میخواییم آسیب نبینی. آره نکنین من واقعا موقعی که دیپلمم گرفتم انگاری کولبری ممنوع شد، یعنی تا اون موقع کولبری میکردم انگاری راحت شد. واقعا راحت شدم، یعنی اصلا راست بگم درس خوندن رو دوست نداشت دوران مدرسه. آره و ببینین بابام هم چون نظامی بود خیلی دیگه سختگیرتر از بابای دیگران بود و این قضیه که تو تلویزیون نشون میداد دانش آموزان کوشا از تابستان شروع میکنن، تابستان امسال با کلاس های فلان، امسال تابستان از صبح تا شب مرض داریم اگه نامرد. من یه تابستان جواب بدم سوال آخر فرمودین مرض داریم اگه نامرد، جوابش یک کلمه بسیار کوتاه بله، من میخوام جیبمو پر کنم. درست، یعنی به من کلاس های آره فوق تخصصی ما آره آره همیار شما هستیم، نمیدونم همبار شما هستیم، با شما قم ما این فرق. آره نه. آره حالا الان یکی از اینا رو انتخاب بکنی. ثبت نام هم میکرد بابا ما من و اینا رو. راست میگی؟ خدا میرفته میدون انقلاب میرفته. آره دش بخه اونجا بورس این کلاس ها و اینا، یعنی حالا هم به هم میخورد. چهار تا این نیمکت های اینجوری چهار نفرم بودیم، حرفشون هم این بود که ما به جایی که به 20 نفر آموزش بدیم یک کلاس 4 نفر. آره آره یعنی خیلی داغون بود. خب تابستونمون خدا رو شکر دیپلمو گرفتیم. گذشت اون دوران. اینجا هم دستکش میخواییم بیچارتون کنیم. آره کیو؟ بچه دانش آموزا. بچه دانش آموزا رو خب بیا بالا. تو هر وضعیت مالی که هستی تابستان کوشا شروع کنی. آفرین آفرین آفرین. تو هر وضعیت مالی زیاد اونش مهم نیست، مهم اینه که غلط کردی دکتر نشی نشی. آره و به من چه که تو میخوای از تابستونت کیف کنی لذت ببری، میخواستی تیز هوش باشی. آره چهار کلاس یکی بری. من یه رفیق داشتم خدایی تیز هوش بود، یعنی بدون اینکه بخونه کنکور رو نفر 100 و مثلا 15 ام کنکور، ولی رفت دانشگاه 20 سال طول کشید لیسانسش رو. چرا؟ بیاد چون اصلا دوست نداشت از خوندن. خیلی خب کشید. این جمله که گفته بود که من یه فی گفتیم شما تا فرهزاد رفتین و لب و نوش جانتون کردین، دانش آموزان کوشا از تابستان آغاز میکنن، میخوام ببینیم چه بلایی سر این دانش آموز میاره. شما بلا میاری یا من؟ من بیارم. شما بلا بیاری. دانش آموزان، اسم جمله رو یه بار بگین. دانش آموزان کوشا یا اول فصل از کی شروع میکنن؟ از تابستان شروع میکنن. چیکار میکنن؟ از تابستان شروع میکنن. شما کوشا نیستی؟ آره باید تابستان شروع کن دیگه. شروع کردی؟ آره شروع کرد. خوب شد. آفرین ببین الان کوشا شد. این دانش آموز کوشا و فعاله. یه دونه دیگه عدد میخوای یکی دیگه شون هم کوشا کنیم؟ بدیم کوشا. شما تابستون کجا مسافرت؟ من فکر کنم شما این پرسپولیسی هر زدین دلتون نمیاد این بلار سر استقلالیه نگرید. نه واقعا بحثمون نبود ولی کوشا ماه اول نه کل سه ماه تابستون. یکی دیگه پنج از این یک دو سه چهار بگیم بعد پنج. دو پنج یک دو سه چهار پنج اینو بخونین. به خاطر کارنامت تو با ما مسافرت نمی. نه اینکه زیاده که آقا با این کارنامه که گرفتی لازم نکرده مسافرت. دوره من که محروم می شدم، یعنی می گفت تجدید آوردی تلویزیون محروم. چی کار می کردین جدی؟ یعنی مثلا تجدید می شدین بابا چی می گفتن؟ می گفت تلویزیون دیگه محروم و واقعا نمیذاشتن. نه چون نظامی بودن
ببین یه بدبختی داشتیم، موشکباران هم بود، یادمه. ما خوشحال بودیم مدرسه ها تعطیله، مثل الان که هوا آلوده میشه بچه ها خوشحالن مدرسه تعطیله. آره بنده خدا چون مدرسه تعطیله خوشحالن. آره. نه چون هوا آلوده است. بله دیگه. آره ببینیم موشکباران که بود مدرسه تعطیل بود، بابا میگفت تلویزیون نگاه کن، بدبخت شده بودم چون تو تلویزیون درس میدادم. آها آها یادمه یادمه چوره شد یه ساعتایی ما همیشه تلویزیون ممنوع بودیم چون باید درس داریم. چه حافظه یادم رفته بودین. موشک باران رو باید تو تلویزیون نگاه میکردیم. آره. آره خیلی چیز بدیه از بچه تفریح. ما الان اونی که ترکوندیم بچه بود دیگه. بله بله درسته. بله از بچه بخوای تفریح و مسافرت نکنه چون درس بدخون. خب از درس متنفر میشه. یعنی نه تنها از درس متنفر میشه، بلکه اصلا یه سوال دیگه اینجا میشه مطرح کرد که مگه چقدر کارنامه خوب شدن اون اصالت داره که حظ بردنش و کیف کردنش و حال کردنش و پیش مامان بابا بودن تو سفر و اینا رو به هم بریزیم. یکی دو تا دیگه از اینا رو هم باز با هم بخونیم. یه تخمرغ سه چند؟ چهار. یک دو سه چهار. تو با من نمره تو با این تو با این نمیشن. نمره ریاضیت هیچی نمیشه. اصلا عملی نیست که انقدر خوشگل ما اینو بکشیم بهتر از این جمله‌ای که تو با این نمره ریاضیت با این کارنامت با این وضعیت درسیت هیچی نمیشه. این همین الان که شما این جمله رو گفتی دیگه هیچی نمیشه. آره. به نظر من بله دیگه، برای اینکه شما کشتین بچه رو تو خودش. دقیقا. به نظر من دقیقاً. اصلا هیچی نمیشه یعنی چی؟ شما ما رو آوردی به دنیا که هیچی بشیم. ببخشید استعداد یابی نداشتیم. این خیلی نامردیه به خدا. یعنی مهران غفوریان اگه استعدادش مسئول همه چی تو مدرسه داریم، مسئول ساندویچی، مسئول فلان، مسئول فرنگی، مسئول انجمن اسلامی فلان 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 همه چی داریم، یه دونه استعداد یابی هم داشته باشی چه اشکاله؟ من معلمم درس میداد عکسشو میکشیدم سر کلاس. بله یا مثلا شعر میخوند از شهید بلخی، یه شاعری داریم شهید. آره، آره. من یکی رو میکشیدم تیر خورده افتاده مثلا یه تیر از این برش رد شدم. آره من شهید بلخی. همین جمله آخری که داشتین شما میگفتین استعداد سنجی بشه هر کی تو مسیری که استعداد، مثلا ماهی پرواز نمیکنه. شما این خواسته شما ایست عجیبیه. چرا؟ چرا؟ امکانات میخواد، بعد وقت میخواد، یعنی بیان از صبح تا شب وقتشون رو بذارن که بفهمن که استعداد کی کیه. بابا بکنم زنگ برو بریم خونمون. خب نه به نظر من اینجوریه الان. اگه سیستم آموزش پرورش ما اینجوری بشه گناه دارن دیگه. شما رو انقدر اذیتشون هم نکن دیگه. نه معلم ها رو نمیگم ها، دارم اصلا سیستم حاکمیتی. آها اونا گناه دارن. آره بابا چون ما حساب کن اینا بیان بشینن فکر کنن که استعداد دونه دونه بچه ها رو میگین استعدادشون. بله دیگه خدای کار سختیه. ژاپنیم مگه؟ آره ها آها فهمیدم. ژاپنی مگه؟ مهران غفوریان کی فهمید استعدادش از این کاراست؟ من زمانی که 3 سال اول دبیرستان رد شدم. نه جان من 3 سال. بله بله. یعنی یه بار بگین، یعنی اول دبیرستان شما خوندین بعد مردود خرداد. خب بعد تجربی هم بودم. خب اصلا چرا تجربی آخه؟ چون بابام اینو دوست داشتن دکتر. سال اول تجربی رو خوندم مردود خرداد شدم. بله. سال دوم دوباره تجربی خوندم تو همون دبیرستان مردود خرداد شدم. یعنی اصلا به شهریورم نمی‌رسیدم امتحان بدم. سال سوم بابا منو برد هنرستان تجسمی کمال‌الملک باز خوبه نام کرد. دیگه باید شبانه می‌رفتم. شما یادتونه که بله سال دیگه بله اون موقع مرس غیر دولتی زمان من و شما نبودا. بله نبود. همش دولتی بود. بله بله بله. 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 یعنی این که من دیگه باید میرفتم شبانه. ولی دیگه بابای من رفت و نمیدونم بالاخره این بر اون بر التماس پارتی بازی هر جوری که حساب کنین من رفتم هنرستان ثبت نام کردم. روزانه. هنرستانی که ورودی داشت. ورودیش هم چی بود؟ خیلی هم سخت بود. یعنی ما نشستیم یه دونه خدا وکیلی یه دونه از این والورای چی میگم بهش هم بخاریای آره آره یادمه که اینجوری یه دونه منبعی دقیقاً گشتن جلوم گفتن توی این زمان بکشش نقاشیش کن با مدار شو مهران غفوریانی که تجربی خونده. بله 2 سال بعد بکشین. خدا وکیلی کلشو نمیتونستم ولی یه انقدرشو ما تو نقاشی میگیم من دانشگاه نقاشی خوندم
بهش میگیم ساخت و ساز، یعنی یه تیکش خیلی خوب ساختم و یعنی کشیدم با جزئیات، اما انتخاب شدم. و باور کنید من معدل دیپلمم شد 18. یعنی همین دیگه بند. یعنی ممکنه مهران غفوریان بابای این من باشه، لذت میبرد کارنامه منو میومد میگرفت دیگه تو هنرستان. پس اون دو سال که من عقب موندم علتش چی بوده؟ توقعی که از این داریم و از این داشتیم، مثلا دانشجو بود، رفیقمون بود، همکارمون بود، بازی میکرد، یعنی معروف شده بود، داشت نمایش میخوند، به باباش اینا میگفت کشاورزی میخونم یعنی تلویزیون پخشش میکرد ولی میگفت دارم من الان کشاورزی میخونم. آره. و بهش گفتم فراد، یه روز اومد جمعمون کرد، گفت تو رو قرآن شما آقای خدا بیامرزه حسن جوهرچی اینا که یه خورده سناتونم چیزه موجهه، بریم دوره هم جمع شیم به بابای من بگیم من دارم تئاتر میخونم. باور کنید آره، یعنی یه بخشی از این مشکلات مال نگاهاییه که مامان باباها میگن. باز یه دونه دیگه بگیم از اینا، میخوام چند تا از اینا رو بخونیم. میخوام یک خودتون بریم. باش پس شما بگیری. بله. مثلا چه میدونم دو سه، یعنی دو سه بار، یک دو سه. نه این همون به خاطر کارنامه‌ات با ما مسافرت نمیای. خب حالا پنج، یعنی دو تا دیگه هم بریم، سه تا دیگه هم بریم، شش، یک دو سه چهار، یکی دیگه هم بریم، اینو بریم اینو این به جای این یکی دو سال دو رو انتخاب کردم. یکی دو سال یکی دو سال ورزش سالای پیش دانشگاهی و کنکور مورد نظرشه. این یکی دو سال چیکار کن؟ ورزش و تفریح عموم، تفریح و مهمونی تعطیل. این یکی دو سال، این لحنشون هم اینه. آره یکی دو سال 700 روز ورزش و مهمونی و پریر نکن دیگه که کنکور مثلا نچه. یه جوری هم میگه انگاری میگه تخمم نخور. آره آره سختم نیست. آره با من یکی دو سالو عزیزم قربونت برم ورزش و مهمونی، یعنی چی؟ بمیر کامپیوترتو تعطیل کن، نمیدونم. آره دیگه، یعنی بمیر. زمان ما که هیچی نبود چی؟ یا نه از اون فاصله برو بابا، این هیچیش نمیشه، بیا هیچیش نشدین. میگین که اینم خودش آزمایش، بعد اینا رو بدیم این ور. بله اون دیگه الان تو آره 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 همین این یکی دو سالو آره اینم اینم این فلان و اینا نه نه یا پسر گلم دختر نازنینه. الان چیش موند؟ آره. بعد اون وقت این ببخشید این جزغاله که یه نفر میمونه واقعا ازش توقع. بعد میگن که چرا فلانجا تو اصفهان دوتا دختر خودکشی کردن، شنیدین دیگه؟ فیلم هم گرفته بودن خودشون. آره خیلی بد. ببین چی بود ماجراش، من نگاه کردم. بگین شما چی شنیدین؟ که دیدین باور نمیکنین، حالا ببین. حالا دیدین حرف ما رو جدی نمیگیرین، حالا ببین. بعد مردن. آره. نه یک شو مرد، یک شو شد. آره خیلی تلخ بود. اونم همون که پرید مرد در از اگه زنده. بله. دیگه تموم شد. نمیدونم که چرا چقدر مقصرین ولی میتونیم که خیلی جلو خیلی چیزا رو بگیریم. چرا به بچه هامون اصلا چرا کیف نمی کنیم از شاد بودن بچه ها؟ همونی که تو اول برنامه گفتم، یعنی آقا یکی ریاضیش خوبه الان میگن آقای دکتر آقای غفوریان بعد این برنامه هیچی دیگه، بچه ما میگه من درس نمیخونم. نه آخه مگه الان مهران غفوریان و علی عبدالعلی گفتن درس نخونین؟ ما میگیم هر کی یه استعدادی داره، بذارن هر کی رو همون استعداد خودش بمونه، به قرآن بذارن بره همین. آره بابا، اونی که میگه هنرستان میرم، اونی که میگه میخوام برم رشته انسانی درس بخونم، مال بی سوادیش نیست، مال بی کلاسیش آفری. نیست، مال تنبلیش نیست. آفری. تو تنبلی میخوای بری هنرستان؟ نه به خدا، تو ریاضی بده میخوای بری انسانی؟ آره اصلا ریاضیش بده. آره. میخواد بره انسانی. آره. اصلا آقا طرف اصلا شاید شما دوست دارم با هم مخالفم باشینا، اصلا آقا شاید طرف میگه آقا من علاقه‌ای به دانشگاه ندارم، این مریضی دانشگاه گرایی چیه؟ خب من میخوام مکانیک خیلی خوبی باشم، مثلا متخصص تعمیر چه میدونم موتورهای. دیپلممونو گرفتی؟ آره. حالا دیگه ولم کنی. آره اینجوری به من بگین شیرین ترین تیکه های مدرسه‌تون چیا بوده؟ دوران تحصیل مهران غفوریان تیکه های شیرین دعیه فج بوده. چرا بچه ها اشغال میکردن؟
روزنامه دیواری، گروه سرود، تئاتر. تو تئاتر بودین؟ آره بودم، تو همشون بودم، تو گروه ها همش بودم. آره. مثلا هم روزنامه دیواری بودم، هم تئاتر، هم گروه فرار. یعنی فرارم با بچه ها. مثبت ترین کاری که کردین چی بوده؟ تو دوران مدرسه. اصولا به مهران غفوریان نمیاد، به من که اصلا نمیگفتن مثلا فلانی بچه مثبته. به شما میگفتن بچه مثبت یا نه؟ نه، من که اصلا تابلو آره نه مثبت بود. خب مثبت ترین کاری که مثلا تو دوران تحصیلتون کردین چی بوده؟ میخوام یه ذره خاطره برامون بگین با مدل خودتون. بعدی خور فکر کنم. و از اون بر لبریز از شیطنت ترین کارهایی که کردین. یه چیزی بگم، کلن دوره دبیرستانم اون دو سال اول، ببخشید واقعا درس خوندنم مسخره بازی بود. من هیچ وقت فیزیک بالاتر از 4 نشدم، هیچ وقت مثلا شیمی هم داشتیم دیگه، بله شیمی هم نشدم، ریاضیات جدید آره الان شده گسسته مثلا. آره، آره مثلا 75 صدم اینا بود نمره هام و اینا. یک دوره‌ای بود که با یه چیزی شال کردم، اینکه یک گروه تشکیل داده بودیم، با این گروه همه کاری میکردیم، میرفتیم مثلا، یعنی مال اون دو ساله است؟ آره، میرفتیم بچه رو چپه میکردیم، هرچی از جیبشون میریخت، میرفتیم ساندویچ میخریدیم واسه خود گروهمون، 5 نام بودیم. راستی ساندویچ ها اون موقع چی بود؟ نون بلکی ها یادتونه؟ آره دیگه، که از جیب کالباس ردش کرده بودن. آفرین، آفرین. بچه یه دونه اینا ما بدین تو رو خدا اگه پیدا میکنین. آره. بعد بچه ها رو چپه میکردین و؟ هرچی پول میریخت و میرفتیم میخریدیم، برای خودش هم میخریدیم. ولی زوریه. آره. اعتراض کنه. آره. زوریه. و واقعا آوردم. آره. بعد نقشه بوده؟ نه اینقدر تمیز من یادم نمیاد هیچ وقت. نه اینقدر تو کاغذ بود همش. آره. آره همش تو کاغذ بود و نوشابه هم میریختی بود. بعد چی بود؟ نوشابه مشهدی میگفتی؟ بله نوشابه مشهدی با قاشق. قراره من باز من اونجوری که میخوام باز میکنم. باز کنیم. بریم باز. بریم بریم به یاد قدیم. نه این ما سر این شرط داشتیم دیگه، ادامهش صدا بده. صدا بده و تو حیات هرکی بیشتر بره. آره آره. من الان چجوری بزنم بخوره لنز دوربینو خورد کنه؟ میره اون بر. بسم الله منم بزنم. کنف شدم. نه بابا خواهش میکنم، رفت دیگه، گازش به درد نمیخوره دیگه، خراب داداش. آره بله. آره من حالا دیگه بدون چی چی بعضی از اینا رو بخونم. آخه آره. آها آها اینو بخونین تو رو قرآن. از پسرمود یاد بگیر. من یکی بود اسمش سینا بود، ایشالله هر جا که هست یا پزشک موفقیه یا پروفسوره، یه چیزی هست الان مطمئنم. بابام هم کلاس بودی؟ چاری اونو من میکوبید تو سر من. تو از سینا چیت کم متنفر بودم ازش. از اون متنفر. اصلا میدونین که داداشم هم خیلی ببینی درس خوب. این کی اسمش؟ اسم داداشتون؟ من داداشم مهتیه، اون سینا. این کیه؟ سینا. این مهران. منم. آره. مقایسه کنین؟ مقایسه شون کن؟ نه تو رو خدا. نه کاری نمی کنم، فقط با این قاشقه مقایسه کن. این سینا رو هی میکوبیدم سر من اینجوری با این. آره. این الان سینا ساره. این آره. مهرانه. آره. آره قشنگ بود. این تیکم بابامه. ببین سینا رو ببین. ببین مهران جان سینا رو ببین. ببین از این یاد بگیر. ببین یعنی روز به روز خوردتر می شدم بابا. و به نظر آخرش هم واقعیتش من تمام جذابیت دوران مدرسه‌م دوران از زمانیه که رفتم هنرستان. یعنی باور کنین روز به روز پیشرفت کردم، روز به روز من درآمد داشتم تو دوره. تو مدرسه؟ بله تو مدرسه. ما مدرسه‌مون توی پیچ شمرون بود. هنرستانتون؟ بله هنرستان تو پیچ شمرون بود. من مثلا تو خیابون ظهیرالاسلام اون بغلش که کاغذ فروش. بله بله اونجا رو که دیگه اونجا من آره. اونجا من
کار میگرفتم. یعنی مثلا تصویرگری مهران دبیرستان هنرستانی، تصویرگری کتاب کودک میکردم صفحه 6000 تومان. بله صفحه 6000 تومان میگرفتم، کار میکردم میدادم به اونا، اونا چاپ میکردن میفروختن. یعنی مثلا به من میگفتن قصه اینه، قصه این برای چی، به چه خاطر اینجوری شده بود؟ به خاطر اینی که دوست داشتم، رفتم نشست تو جایی مهره که وجو... آها رفتم آها تو جایی که جامعه. آفرین آفرین، به درآمد رسیدم. داریم مگه سال اول هنرستان هیچ، سال دوم پول در می آوردم. یا مثلا میرفتم یه جا طرحایی که من البته را هنرستان گرافیک خوندم، دیپلمم گرافیک، لیسانسم نقاشیه. بعد چیز میکردم دیگه، بچه اینه بیاین از من بگیر. اولش میرفتم آرم و اینا طراحی میکردم بسته به گرافیکی که میخوندم، تصویرگری کتاب کودک میکردم. اصلا همه اینا رو ول کن، کفش فروشی هایی بره خیابونه چیز هست، از فردوسی به بعد میشه چی؟ اونا که کفش سعدی؟ آره آره. بعد مثلا میرم مثلا کار چی گرفته بودم، رو چرم نقاشی میکردم. نه بابا، به خدا اسم مثلا چیزو، اسم مثلا مغازه کفش فروشی رو نقاشی میکردم، یا آقای مثلا یه کفشه خنده ای مثلا فلان، یه طرح فانتزی فلان روشم کیلر میپاشیدم فلان، اونو میفروختم. شما اگر هنر پیشه و کار حرفه‌ای اینجوری انجام نمیدادین چیکاره میشدین؟ فکر کنم همون نقاش و گرافیست میشدم. هم معلم خوباتون بگین، دوست ندارم میگم معلم بد، چون معلم بد شاید به یه معنا نداشته باشیم. من راحت میگم سیستم بد آموزشی، ولی تو دوره دبیرستان هم دبیرستان دبستان دو سال اول یه معلم ریاضی داشتیم، باور کنید میومد سر کلاس یه تیک چوب تر میکند از یه درختی و کل کلاس داشت اونو برگاشو میکند و با چاقو صافش میکرد. خوبه که زنگ میخورد میرفتی. و نه میزد، آخرش هم میزد بابا، با اون چوبه میزد، باور کن. الان خیلی کم شده این قصه، دیوونه میشدیم. یعنی داریم مگه؟ کل کلاس داره پوست میگیره، آخرش هم خب کدومه شخ شخ. برای چی میزد؟ مال خیلی سال پیش نیست، مال 450 سال آره، پیش نیست، مال آره. همین مثلا 20 سال پیش، نه بیشتر. همین حدود دیگه. 30-35 نه دیگه بابا، 35 چیه؟ من 30 سال الان هنر پیشم. خب دیگه از شما دوران دبیرستانتون میشه سال 60 و چند به بعد. یه ذره بکنم بزن. نوشه جان، نوشه جان. این پیاز جعفری هم به یاد دوران پیاز جعفری که ما میخوردیم. نوشه جان. چشم، منم میخورم. چشم چشم. شما این رنگی معلم خوبامونه. خوب معلم خوب. خاطر بد، خاطر تلخ، شیطنت های مهران غفوریان تو مدرسه. تا گفتم شیطنت های لبخند عمیقی، شیطنت که خیلی داشتیم متاسفانه، اونایشی که نمیشه گفت. وضعیت میکردیم ما وضعیت کیو؟ معلم ها رو. چرا؟ درس های عمومی مون، مثلا تخصصی نه. حسنم رو سر میرفتی یه مثلا. آره وضعیتشون میکردیم مثلا. نمیشه گفت چی؟ یکی از وضعیت هامون این بود، چون کلاس هم داشتیم بعدش مثلا رنگ گواش استفاده میکنیم تو کلاس. این مال هنرستانه. بله. مثلا مبلی که معلم قرار بود بشته کیه بده، مثلا یک چیزی رو برعکس مینوشتیم، وقتی فیلم میداد چاپ میشد بهش صاف نوشته میشد. و وقتی رو به تخته وای میساد شما میدیدین. آره درست میخوندیمش دیگه. بله. خطاطای خوب داشتیم تو کلاس اون. میگم من الان مثلا هم کلاسیام آرتیست حرفه‌ایه. اسمش یادم رفته ولی فامیلش مرتضویه. اصلا مینیاتوریست درجه یک. الان که میدونم استاده، در حد بین المللی جایزه گرفته. نه اون مثلا خطش خیلی خوب بود. یه مثلا جمله خوشگلی مینوش پشت آقا چاپ میشد. مثلا این معلم عزیز. آره که جانم فدای تو. آره مثلا معلم خطمون هر جا هست ایشالله سالم باشه. اومد روز اول کلاس که اومد یه ورقه داد بهمون، گفت بچه ها اسماتون رو بنویسید. همین کار میکنن دیگه. آره آره یه ورقه. آره بنویسید. آره که من روش بخونم بعد دست بگیریم بالا ببینم. آره کیای. آره نوشیم دیگه. یکی نوش خسرو شکیبایی، نوش عزت الله انتظامی، یکی نوش رابرت دنیرو، این یکی نوش همش اسمای اینجوری نوشت. خدا وکیلی به خدا. خب همه هماهنگ بودیم که بنویسیم. اول گفت خسرو شکیبایی، یکی بران شد بله. عزت الله انتظامی، بله.
چهارتای اول رو نفهمید. فرانس گفت بله. گفت رابرت دنیرو. پاشین گفت چه کثافت بیشور. یعنی همه میگفتیم بله خیلی هم جدی. به رابرت دنیرو چه رسید فوش رو داد. آره. ولی سه چهارتای اول رو واقعا جدی هم رو میشه باش وقت هم بفرمایید فرانس. بنده خدا گفت این اسمش خسرو شکیبایی. حالا شبیه دیگه مثلا. همه رو دید دیگه، همه معروفای فلانن تو ردیف دوم دستمون روش. و جالب اینه که چیزایی که از اون دوران 30 سال به قول شما پیش یه چیز دیگه ذهن ما مونده هم اینا سا بگین. آره. بگین یه کاری میکنیم تو کلاس، یه چیزی میگفتیم، مثلا یه تیکه مینداختیم، معلم رو به تخته بود، یه متلک مینداختیم، برمیگشت میگفت کی بود؟ هیچکی نمیگفت. مرد باشه معلمه میگفت. آره. بگه کی بود من کاری باش ندارم. اکثرا میگفت سری مرد میشدیم بیچاره اون میکرد. یعنی غلط کردم که مرد شدم. یعنی واقعا خیلی نامردیه. یعنی میگم آقا مرد باشین من کاری ندارم. روز اول دستش رو نشده که. واقعا میگفتیم بابا داره میگه مرد باشین، نگو مهران بیچاره میشه. بابا یارو داره میگه مرد باشین. آقا ما بودیم گوخون تختوخ بلانه تو بودیم رفتیش برو بیرون. بله. و دیگه از اون به بعد من همیشه نامرد میشدم و نمیگفتم. نه خب اون آدم باعث میشده. یعنی معلما با حرفشون که ما چیزی یاد نمیدن، با عملشون به ما یاد آره میدن دیگه. خیلی مهم بود. یعنی ببین یه معلم برای آدم خیلی مهمه. به خود مهران غفوریان اگه بخواد معلم بشه چی درس میدی؟ مثلا به شما میگن بیا تو این مدرسه یه چیز درس بده، پسرونه یا دخترونه؟ من بیشتر دوست دارم اگر یه بخشی به اسم استعدادیابی توی مدرسه ها افتتاح شد تو اون بخش فعالیت کنم. و چی رو کشف کنین در استعداد بچه ها؟ هرچی. یعنی چی مثلا شما بگین یه ذره توضیح بدین. مثلا میگن آقا ما بازیگری علاقه داریم. خب چهار تا تست بگیرم ازشون بگم یا ول معطلی اصلا ول کن میشه گفت تقریبا؟ فکر کنم بشه. آره ببینین من نمیتونم خیلی هم قیافم، ببخشید اینجوری میگم، اصلا نمیدونم چلغوز چیه. چیه چلغوز؟ اسم یه گیاهه چلغوز. نمیتونم خیلی قیافه داغونی داشته باشم، علاقه من به هنر پیشگیم باشم، جای رضا گلزارم بخوام بگیرم. این دیگه عجیب غریبه دیگه. نه فلان خیلی استعداد داشته باشی نقشه فلانو آره، بتونی آره، بازی کنی آره. ولی همون اونو میتونی بازی کنی. میدونین بعضی دیگه روشنه وضعیتشون. جالبه شما قیافشون نمیگم آره. ولی یک سری نوع چیز امتیازاتی رو باید داشته باشی میشی بازیگر، یا یه سری امتیازات. ببینید من بخش استعدادیابی فقط تو حرفه خودمو نمیگم، توی همه چی دیگه، با این تفاوتایی که بچه‌ها دارن بفهمیم هر کدومشون چی کارن. جذابه برای اینکه هم بهشون نزدیکتر میشن، هم یه آدمی رو پیدا کنن که بتونن بهش اعتماد کنن. اصلا بخش اون برش هم خیلی جذابه که شما گفتین پدر مادر فهیمی داشت و باهاشون صحبت کردن و شد وارد اون بخشش هم بشم و بتونم تأثیر داشته باشم. اگه دوست دارین یه دونه دیگه خاطره خاص از دوران مدرسه‌تون برام بگین، بعدش بچه‌های موسیقی پخش میکنن از دوران تحصیل مهران و علی. بله خاطره از هر دوران تحصیلی. الان یه لحظه اجازه بدین. اختیار ده. میدونی که من الان چه حسی دارم وقتی شما رو مونیتور میکنم؟ میخندین، دوباره برمی گه با حالت هر میبینم یه خاطره میاد، میگین نمیشه گفت، میرین بره. آره تابلوه. یه خاطره اولین تجدیدی که آوردم. اوه اصلا بذار اینو بگم، این خیلی باحال تره. بگی اونو بلش کن. من یک سال همون سال اول دبیرستان، یکی از اون اولین دبیرستان بود. اولین بعد بابام گفتم بابا میشه این سه ماه از تعطیلاتو بریم من برم یک ماه و نیمشو برم خونه یکی از دوستامون تو بوشهر، خب یعنی مسافرت برم تابستونمو. خیلی هم بهم خوش میگذشت میرفت. خب برو فهم کنی چند تا تجدیدی میاری. گفتم که مثلا 4 تا. گفت برو بیا
درس رو بخون که دیگه شهری برام امتحانت بدی. مطمئنی چهار تا گفتم؟ آره چهار تا. چهار تا. آقا ما رفتیم خیلی هم به اون خوش گذشت. رفتیم مسافرت و کلی هم حال کردم و برگشتم و یادم نمیره. خدا رحمت کنه بابامو. یادم نمیره. من تو تخت خواب خوابیده بودم. دراز کشیده بودم. حالا برگشتی تهران. برگشتم شب اول. آره. خوابیدم. میدونستم بابام رفته کارنامه همو گرفت. ملافه روم بود. اونجا خوابم بودم. یادم سایه بابام اینجوری افتاد رو ملافه. اومدم بیام بیرون گفت نمیخواد همون زوی گفتم که بابا گفت وایسا کارت دار. بعد بالا سرم بود گفت فکر میکنی چند تا تجدید شدی؟ من تو دلم گفتم خب من که قبلا گفتم چهار تا حتما بیشتر شده که این داره میپرسه. گفتم نگفتم پنج تا گفتم شیش تا. گفت مردود خرداد شدی. حالا اون زیر ملافه یه ناراحتی داشتم یه خوشحالی. یکی خوشحال بودم که دیگه نمیخوام درس بخونم شهریور امتحان بدم، یعنی بقیه رو حال کن. دومیش این بود که نمیدونستم تجربه یه رد شدن رو نشتم. یعنی سال بعد که اومدم انقدر معلم ها به هم تیکچه مینداختن اه تو که همونی فلان. یعنی دیگه دفعه بعدش دیگه مردود خیلی با مزه بود. ولی علتش این بوده که شما دوست نداشتین، چون شما یه جمله لابلای گپا خیلی خوب. من مال تجربی نبودم. آها مال تجربی نبودم. من میگم نه مال درس نبودم، نه مال دیپلمم شد 18. آها یعنی که همین الانش هم فوق العاده سخته. قبلا سخت‌تر بود. قبلا سخت‌تر بود. سخت‌تر بود بله. من معدل دیپلمم 18 شد. میخوام اینو بگم که اونا الان یه عده نیان بگن نشستین دوتایی دارین تشویق میکنین بچه‌ها رو به درس نخوندن. بابا داریم میگیم مهران غفوریان معدل دیپلم 18. آره یعنی من دو سال زودتر میتونستم همون دو سال هم میشد خدمتم باشه. آفره. اون دو سال میشد زودتر درسم تموم شه. اون دو... یعنی من دو سال عقب افتادم. آفره. هیچ وقت پدر مادر من نمیخواد منو عقب بندازه. حتما. ولی این یک تجربه است دیگه. من دوست نداشتم. آخه کسی که رفت تجربی دکتره، آخه اون اینجوری بود از قدیم. گفتن عزیزم رشته چیه؟ گفتم تجربی. آخه دکتر چیه؟ آره آره همون 600 هزار تا و 6000 تا. یا یکی میگفت آره انسانی میخونم. اون هیچ درس خون نیست اصلا، ولش کن. متاسفانه. آفرین. بله. موزیکر رو بذاریم. آره بچه ها این موسیقی رو بذارین آقای غفوریان ببینیم چه حسی پیدا میکنه. آغاز سال نو با شادی و سرور. آخه هم شاگرد بی سلام هم شاگرد دو بهمن اونو بیشتر دوست دارم. چرا؟ تعطیل میشد. تعطیل. همش اشغال بود. ببین 22 بهمن اصلا تقلا خودش که تعطیل خود 22 بهمن. آره. ولی دهه فش تقلا زمان ما خیلی اشغال و صفاسیتی الان نیست. الان خیلی کمتر شده. آره. یه پیک شادی هم بود. مال عیدا دوست داشتین؟ آره. تنها چیزی که مغزمو گیر میداد تو عشق و آل و عیدی و اینا هم بود که اونو کی حل کنم. خودتون حل میکردین؟ بالاخره. آره دیگه. آره من یادم نمیاد کسی برام حل میکرد. تنها چیزی که توی تعطیلات عید حالتو میگرفت. آره. یه دفتر واجبه از لحاظ علمی و لحاظ برای دیگه نداریم از این کارو. میخواین دوباره بزنم برای این کار واجبه؟ یعنی جدی میگی؟ آره یعنی این کارو میکنه. یعنی اون اصلاً به درد عیده بچه. بله. نه ببینید یه مشکل چرا خراب میکنی؟ آره. ما یه مشکلی داریم میکنیم تو سال تحصیلی. آره. کنیم دیگه. آره ببینید ما یه مشکلی داریم و اون مشکل عبارت است از این که عشنگ شده یه الان چیز جدا کننده زرد آدم هم. ببینین ما تعطیلات کشورمون غیر استاندارده. از 20 و چندم اسفند میره تا فلان فروردین. دقیقاً فلان فروردین چون 13 هم که شوخیه. و در نتیجه جدا بودن بعد تازه میام مدرسه خیلی هم مسافرتن هم. آره. آره دیگه میگم برای همون فلانه یا مثلا از وسطای خرداد تا بیستار فلان اولای مهر دیگه، یعنی تا آخر. آره. شهر مثلا تو دنیا تو آگوست
میشه مرداد ما میرن مدرسه، وسطش تعطیلات مستمر دارن. مثلا شما فرض کنی الان این روزا زمستون تهران، ما تعارف کنار بذاریم دیگه، سالهاست هوا آلوده است، در نتیجه مدرسه ها تعطیله. شاید این تعطیلایی که الان یه هفته ای که مثلا تعطیل بوده بچه‌ها عذاب کشیدن برای شما بده و برای من بده. بچه‌ها خوشحالن تو این وبلاگاشون، ببینید چی می‌نویسن. مادر پدرها سیستمشون ریخته به هم دیگه، چون آره. خیلی شاغلن. بعد جالبم هستش که این آلودگی فقط برای مدرسه ها خطر داره، یعنی برای شاغلا اصلا بعد بریم سر کار و دولت ها. آره نه من که میدونی چی میگم، میگم خیلی جلوییم، هی هم تعطیلی داریم. آره میدونی جز رکورددارای دنیا این ما در تعطیل. بله. یک شنبه آلمان انگاری قانونش اینه با تیر میزنیمت بیای بیرونا. یک شنبه شونه یه جوری تعطیلن انگاری 3 ماه تعطیلن. آره میدونی انگاری 500 سال کار کردن یک شنبه اونجوری تعطیلن. آره یعنی هیچی پیدا نمی کنی بخری تو خیابون. تفریشون دیدن ویترین بسته است، مغازه بسته ویترین نگام تای تفریش. عجیب غریب تعطیلن ها دیدی تو آلمان؟ آره دیگه، مثلا کش اروپا من اونجا اینقدر احساس کردم یک شنبه رو. اونا میرن بازی بایر مونیخ و رئال زاراگوزا رو میبینن، کیف میکنن، یعنی جذاب اون بازی ها خودش در نوع خودش لذت. هیچ جا باز نبود خدایی. آره. حالا بعدم بهت میگم. انگاری الان گفتم. آره گفت. کاش که میگفتی. بشه بد نکنم. نه یه چیزی میخواستم بخرم اونو نمیخوام تو برنامه بگم. جزو تستی. آره اصلا بذار بگیم ظاهر نشه. به هزار جا فکر می‌کنم. سیگار می‌خواستم پیدام نمی‌شد. واقعا؟ جا. یعنی یک شنبه ترک کن. خدا رو شکر خیلی خیلی کمش کردم. اگه بشه ترک کنم. اگه ترک کنیم بگین ما یه جشنی می‌گیریم. خدایی. تصمیمشو داریم. در حدی کمش کردم که مثل ترک میمونه برای من. خب خیلی خوب، من نیمه جشنه رو میگیرم. امکان نداشت بتونم یه برنامه رو اینقدر یه تک نکشم. تو رو قرآن به خودم. خب پس الان یه کاری کنیم، به مناسبت اینکه اینقدر سیگارو کم کردین و ایشالله ترکش میکنین، یه جشن کوچولو الان بگیریم با هم با سرعت. خدایی؟ آره خدا وکیل. چه جشنی؟ این موقع شب من خودت تو خونه زندگی نداری. جشن شامل یه آزمایش کوچولو. آها بله در خدمت. بله مخلص. آقا بریم. نشد. ایول. آره عزیز من از صبح تو بانکم. نه بابا این چک اصلا پاس بشو نیست. الو. ای بابا شارژم هم که تموم شد. چی کار میکنی آقا؟ راحت بگی. با ستاره یک مربع راحت شارژ کن. با شماره گیری ستاره یک مربع از راحت ترین روش برای سیم کارت اعتباری خود و دیگران شارژ همراه اول بخرید. راحت بگیر. ستاره یک مربع. ستاره اول. آقا بفرمایید. بفرم. آزمایشگاه برپا. بله. میخوایم که همون جشنه که گفتم یه جشن شاد علمی بس. اون بر آبیا بهش میگن ساینس شو و اینا بس. بعد توش چند تا اتفاق خوب رخ میده، امیدوارم البته جذاب باشه، که آدما میبینن که چه پدیده هایی که تو کتابا خوندن و چیزی ازش نفهمیدن، نمره کم گرفتن، حفظ کردن و اینا، اگه ببیننش آزمایش رو خودشون باهاش درگیر بشن. الان ما دوتا مثلا مثل دوتا دانش آموزیم، دوتا معلم، فرق نمیکنه. میخوایم با هم یه آزمایشی انجام بدیم. بفرمه. این یه دونه از این بشکه های واقعا نفت، بشکه نفت و روغنو. اگه من به شما یه پتک بدم، نداریم بل. میخوام تجسم بکنیم یا یه چکش بدم، اینو چجوری میشه چیز کرد؟ درد گرفت این آخریه. چی کرد؟ میخوام که مچالش کنی. نمیشه با لگد. نمیشه یعنی با زور و نه دیگه، فقط یه دونه بیل مکانیکی چیزی بره بالا بالا. آها بیاد روش. آره اونجوری شاید بشه قرش کرد. اونجوری میشه قرش کرد این. خب میخوام که از مفاهیم توی کلاس فیزیک و فشار و اینا
با هم یه آزمایش انجام بدیم. یه خوردم از شما کمک میخوام بگیرم. بفهم. چی میگن تو آزمایشگاه؟ میگن مواد لازم اینه. اول این اجاقه رو من روشن بکنم. بی زحمت اگه ممکنه شما اون گاز رو روشن کنی. بفهم. خیلی هم عالی. بیشتر باشه بهتر. بله. سرعتش بیشتر باشه. بله. من این بشکه رو که بشکه بسیار سنگینی هم هست روی این قرار میدم. خالی هم هست. بله خالیه خالیه خالی. بله. پس یه بشکه ای داریم. وحشتناک محکم. بله. از این بعدم بچه‌ها رفتن جنسی رو گرفتن که خیلی ضخامت داره. این دودی که بلند میشه تا اون دود رنگشه. بله دیگه بله. نوعه. و من داخلش مقداری آب میریزم. این دودی هم که بلند میشه فعلا چون بشکه رنگ داره نوعه. بله نوعه نوعه. فقط اگه میترکه ما بریم بیرون. نه بابا چون ما هنوز شام نخوردیم، خونه منتظرن ما بریم شام خونه. خب مقداری پس چی شد؟ یه بشکه. بعد آب ریختیم توش. آب ریختیم توش و اینجا بعد یه ذره صبر بکنیم تا آب اون تو جوش بیاد. خب و اینجوری میگم وقتی مثلا هوای یه جای 20 درجه است مولکولا اینجوری به هم میخورن. به هم میخورن که یعنی یه رقص و حرکت و آره. خب وقتی دما میشه 40 درجه 60 درجه 80 درجه این خیلی سریعتر خیلی بیشتر و بعد دوست دارن که جای بیشتری رو اشغال بکنن. تو 40 درجه تو هرچی دما بره بالاتر تحرک مولکولا بیشتر. نه هیچ اتفاقی فعلا رخ نمیده. هرچی دما بره بالاتر تحرک مولکولا بیشتر، حرکت کردنشون بیشتر. بله. و الان میبینین الان چه اتفاقی داره رخ میده؟ اون دیگه بخاره. یواش یواش به سمت بخار داریم میریم. مولکولای هوای درون این بشکه 220 لیتری میخوان بزنن بیرون. میبینین هی دارن میان بیرون. آها. حالا مثال میزنم. الان این چند لیتره؟ نمیدونم. 220 لیتری نیست مگه؟ من اشتباه میکنم. 208 لیتر روش نوشته. ایول 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 208 لیتر. بله. این بشکه 208 لیتری همینجوری یه عدد میگم توش شما فرض بکنین که مثلا دارم میگم 1000 تا مولکول هوا هست. حالا بعدن به ما نگن 1000 تا نیست دارم میگم مثلا 1000 تا مولکول هوا هست. نشمردیم. بله. آره داریم اصطلاحا مقیاس میگیم. در این 208 لیتری که داخل اینه 1000 تا مولکول هوا هست. بله. در 208 لیتر بیرون این بشکه چند تا مولکول هوا هست؟ بازم 1000 تا دیگه. عین همون بوده دیگه. ولی وقتی من این بشکه رو دارم داغ میکنم مولکولای هوای داخل بشکه دارن میان بیرون. پس 1000 تا داره میشه 970 تا 960 تا 950 تا 900 تا 800 تا 700 تا 500 تا 200 تا 100 تا. چرا؟ چون دارن بیشتر تحرک میکنن. هر سوراخ سنبه ای پیدا بکنن که بتونن ازش بیان بیرون میان بیرون. من فعلا در اینو نمیبندم که اینا رو حبس کنم، بهشون اجازه میدم که از اینجا بیان بیرون بزنن بیرون. خب. این مولکولای هوا میان بیرون. پس قبلا توی این 208 لیتر 1000 تا مولکول هوا مثلا بود، در فضای بیرون اطرافش هم 1000 تا بود. ما که هوای بیرون رو که نمیخوایم کاری بکنیم، اون تو رو داریم به زور هل میدیم این مولکولا بیان بیرون، به جای 1000 تا توش 100 تا باشه. خب تا همینجا نگر داریم تا بعد بگم که چه اتفاقی رخ میده این یه ذره بیشتر جوش بیاد. خب. شما دوران مدرسه آزمایشگاهی چیزی؟ والا من تو دوران مدرسه یادمه اون آزمایشه بود که یعنی همش اونو یادمه فقط. آره همون که یه ماده بود میریختن بعد بهشم اصلا آزمایش آتش فشان بود. آفرین آفرین. کبریت میزدن. بله منیزیم میشد. بله بله بله. آتیش میزدن میرفت تو آتیش و این آتش فشان میریخ بیرون. پرمنگنات پوتاسیوم و یه آزمایش خیلی جالب بود. بله. مدرسه تون آزمایشگاه داشت؟ رو دیوارش نوشته بود رو درش آزمایشگاه، ولی توش 3-4 تا از این چیزا بود دیگه فقط. ارلن و بشر و پیپتو. آره در حد همونقدر رو همون منیزیومه و اینا. یه سوال، حالا اصلا این که ما حرفشو میزنیم میگیم یادگیری در عمل و یادگیری با طعم لذت و از این حرفا،
خدا وکیلی اگه تو مدرسه بل. بچه ها به جای خوندن متن و تست و فرمول و اینا راجب موضوعی مثل مثلا فرض کنی فشار در درس فیزیک، اصلا بچه ها عاشق آزمایشگان، من خودم بودم دیگه واقعا. آره ما با اینکه شما تازه علاقه ببینیم دوست... آره ببینیم یا خودمونم حتی انجام بدیم. آره دیگه ببینیم خودمون انجام بدیم، ترکیب این با این چی میشه، وقتی اینو میریزی رو اون انفجار میشه، وقتی اونو میریزی رو این، این اونو خونسا میکنه. بعد این فقط تفریح یادم ها یادم میگیرن، نه دیگه عملی که میشه بیشتر یاد بیشتر میگیرن. یاد میگیرن، یعنی 100% یاد میگیرن. مثلا من یادم نمیره هیچ وقت زنگ اخبار همیشه خودمون درست میذاریم. آخه یادتونه؟ یادم حرف و فن راهنمایی دوم راهنمایی کلیدش هم همیشه آره اون بود که اینجوری آره 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 اون آهنیه بله. اینجوری میومد یه اهرمی بود آره. میومد پایین آره. برق بس میشد میرفت بالا قد. بعد انقدی که شما از این اتفاقای عملی مثل اون آزمایش آتش فشان و کلید زنگ اخبار و اون آزمایش چیزی یادتونه؟ انقدی بوده که الان یادم من یزیم آره. و از چیز یادتون نیست، از کلاسای درس معمولی و نه شیطنت ها؟ نه اصلا یادم نمونده. ما الان من برم آزمایش رو بکنی بعد برگردم؟ نه 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 الان من خواهشم اینه که شما کمک راضی باش بکنیم. من ترسیدم راضی باش. ترسیدین؟ آره. نه نه خدا وکیل نه. بچه ها الان باید به ما یه کمکی بکنن. خب این تشتی که اینجا هستش رو یه ذره آب بریزن، یکی از بچه‌ها یا بیاد به من محمد رضا اگه بیاد. آره باز مثلا شنیدین میگن بخار آب خیلی گرمه، این واقعا گرمای بخار آب رو قشنگ میشه آدم بحث. حالا نه اینکه بسوزونه ها، ولی این گرم بودن بخار آب قشنگ. بله 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 گرم بودن بخار آب قشنگ اینجا قابل لمس کردنه. خب شما اونو بی زحمت خاموش میکنین؟ بله بله دست شما درد نکنه محمد رضا. بفهم. خب بیا محمد رضا اینو بگیریم و دستون نسوزه. چشم. بسم الله. خب حالا در قدم بعدی بلا فاصله باید ما چیکار کنیم؟ این در رو ببندیم. حالا الان کاری که باید بکنیم اینه که من شما کنیم. نه نه این خدمت شما تا اینجا رفتیم که اون تو هزار تا مولکول هوا بود، اومدن بیرون شدن چند تا آب بپاشیم بهش. بپاشن. آب بپاشیم. آره به من نه شدن چند... که نه چرا بتری شدن چند تا هزار تا مولکول شدن 100 تا. آره شدن 100 تا. یه ذره بیاین نزدیکتر. منو من نمیپاشه باید خوره تلمبه بزنی. تلمبه خیلی عالیه. آره از اون آبای خونکی هم که اونجا هسته شما بردارین خوب میشه ها. بله آره هیچ جای نگرانی. آره چی میشه دکتر؟ در روش یادگیری با طعم لذت با پیه من فدای اون چهره مهران غفوریان بشم. نه دیگه بیا نزدیک تموم. کف کردم. منو بگو هول شدم باز دارم ادامه میدم این کارو. اینش باحاله. فوش. حالا یه چیز جالب بگم. این چند لیتر بود؟ 208. الان فکر میکنی این تو چقدر جا میشه؟ خیلی جا بشه 40 لیتر. 50 لیتر. یعنی 160 لیترش مچاله شد. عجیب بود واقعا. آره حالا اینجا رو داشتم میگفتم شما کمک میکنیم به من. این تو چند تا مولکول بود اول؟ هزار. بیرون؟ هزار. گرم کردیم. فوق العاده بود بچه ها دمتون گرم. گرم که اینا چه حالی کردم. گرم کردیم و این هزار تا ریخ بیرون ریخ بیرون ریخ بیرون شد 100 تا. بعد اون 100 تا مولکول بچرخونیمش. دیگه الان اصلا علاوه چیزی هم. آره آره 100 تا بود توش. بعد این 100 تا با یه فرقی ببین مهران جان 100 تا مولکول اون تو چون زیاد جنب و جوش داشتن فشار داخل با فشار بیرون برابر بود، در نتیجه این قُر نمیشد. وقتی من و شما به این آب سرد میپاشیدیم تلمبه میزدیم و آب میپاشیدیم به این ده. اتفاقی که رخ میداد این آب سرده باعث میشد اون 100 تا مولکول اون تو که جنب و جوششون زیاد بود جنب و جوششون کم بشه و در نتیجه بیرون 1000 تا مولکول بود
داخل، صد تا که صد تایی که یواش یواش از اون جنب و جوش درجه حرارت خیلی بالا تبدیل شدن به صد تا مولکول مثل اینجا معمولی. خب و در نتیجه فشار بیرون از فشار درون داخل بیشتر شد. آفرین. به عبارت دیگه اون تو فشار کم شد، اینو مچاله کرد. یعنی فشار بیرون باعث شد که فشار بیرون سر جاش بود، بود هزار مثلا. خب. اون تو شد چند؟ صد. هزار صد و له کرد. مثلا شما شنیدی میگن قواسا از یه حدی برن داخل تر فشار میاد؟ آره میدونم. یه سوال ازتون دارم، فشار بیرون باعث قر شدن این شد؟ دقیقاً همین فشاری که الان داره به شکم من و شما وارد میشه و طوری چرا؟ ای گفتین چرا؟ چون درون ما هم همونقدر فشاره. مثلا فرض کنی این پوست بدن ماست، اینو اینجوری بگیرین، این پوست مثلا بدن من و شماست. خب. از این بالا بی‌زحمت این فشار بیرونه، اینم فشار درونه. اینجوری بگیریم رو به دوربین بی زحمت بگیرین اونجاشو. این دوتا با هم چیان؟ برابره. این پوست شکم منه. خب اینا با هم برابرن، یکی بیشتر شه. ولی اگه برم زیاد تو آب قواسی کنم فشار بیرون بیشتر میشه، قر میشم. یا بالعکس اگه برم بالا تو ارتفاعهای بالا فشار بیرون کمتر میشه، چون تو ارتفاع فشار کمتره دیگه، مقدار ستون هوای بالا سرم کم. برای همین آدم انگار که احساس میکنه داره میترک. الان اینجا فشار بیرون هزار بود و موند. برای اینه که ما هواپیما سوار میشیم میریم بالا، باد میاد بیرون از گوشه. آفرین. آفرین به این هوش. آفرین. آره آره. و میگن اصلا کمک کنیم به خودتون اینجوری دماغتون واشه. آره که این دیگه هی اذیت نکنه. به هر حال من از صمیم قلب شما امروز گرفتارم بودین، یعنی خسته بودین، ممنونم و امیدوارم که یه عالمه آدم که حتما میلیونیان از این گپ و گفتگوی من و مهران غفوریان یه ذره به فکر برن، چون کسی که تصمیم گیرنده است تو کشور، تو سیستم حاکمیتی، مرسی بچه‌ها آموزش پرورش ما، چون کسی خانواده ها، پدر مادر، مامان باباها، معلم ها، همه به این فکر کنن. حیف کشوری که اینقدر چه میدونم 8000 سال سابقه تمدن داریم، آموزش پرورشمون دلسوزانه، داریم میگیم که بهتر از این باشه. این دوستان ستاره اولم یک هدیه ناقابلی رو نرسیم. تقدیم ستاره اول شادهای آره کشور میکنن و امیدواریم که شما 120 سال زنده و سلامت و سر حال باشین. اگه چیزی میخواین بگین بگین که مخلص. هیچی، امیدوارم که بچه ها همه زندگیشون رو بچگی کنن و شاد باشن و لذت ببرن و موفق باشن. دم شما گرم، ممنون و متشکر. بچه ها دست شما هم درد نکنه، خیلی حال دادین. مخلص. آره دیگه، این که میخواستیم شد. نواران تو دو اسکاچی آنی مانی کلاچی، آن ما نواران تو دو اسکاچی آنی مانی 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 کلاچی.